آیا داشتن مدرک عکاسی به کارمون میاد یا اون مدرک رو باید بذاریم سر کوزه آبش بخوریم در ادامه بهتون توضیح میدم سلام خیلی خوش اومدید به این ویدیوی دیگه من مهدی عکاس و مدرس عکاسی خیلی از من میپرسند کجا میتونم کلاس برم که به هم مدرک بده یا اینکه آیا شما تو دوره های آموزشیتون مدرک هم میدین و جواب من همیشه فقط و فقط یک چیزه من به شما یک مهارت رو یاد میدم که بتونید ازش کسب درآمد بکنید نه یک تیک کاغذ که فقط به درد قاب کردن بخوره حقیقت ماجرا اینه که داشتن مدرک عکاسی احتمالا فقط یک جا به کار شما میاد و اون هم مهاجرته زمانی که شما بخواید برای یک رشته دانشگاهی خارج از ایران اپلای بکنید یا اینکه بخواید برای یک کار اپلای بکنید اون هم خارج از ایران احتمالا داشتن یک مدرک فنی و حرفه قابل ترجمه بتونه به روند پذیرش شما کمک بکنه همونطوری که گفتم هر مدرکی به کار شما نمیاد مدارک معتبر مثل مدارک فنی و حرفه اما در تمامی مواردی غیر از این داشتن مدرک به شما هیچ کمکی نمیکنه و آخرین معیار شما برای انتخاب یک کلاس یا دوره آموزشی باید مدرک اون باشه متاسفانه صادر کردن مدرک از آب خوردن هم راحت تره شما میتونید با هر مؤسسه خارج از ایران هماهنگ بکنید و به هنرجوهاتون مدرک بدین که اون مدرک هیچ ارزشی نداره گاهن دیده شده که متاسفانه خیلی از مدرس ها میان از آموزشگاه هایی غیر مرتبط با عکاسی مدرک ارائه میکنن و کسی هم متوجهش نمیشه اما چرا بعضی ها اصرار دارن که برای کلاسایی که میرن و توی اون رشته که میخوان فعالیت بکنن مدرک داشته باشن این تصور غلط وجود داره که برای گرفتن کار برای استخدام شدن خوبه که ما مدرک داشته باشید اما طبق تجربه من و تمامی کسانی که میشناسم توی این سالها این بوده که هیچ شرکتی هیچ مؤسسه ای از شما مدرک نمیخواد و تنها چیزی که بهش دقت میکنن نمونه کارها و توانایی های شماست اگه شما لیستی بلند بالا از تمامی مدارک ممکن و غیر ممکنی که میشه در رابطه با عکاسی گرفت داشته باشید میشه گفت تقریبا هیچ تأثیری توی استخدام شدن و گرفتن پروژه نداره چه بخواید استخدام بشید برای شرکتی آتلیه ای چه بخواید به صورت فریلنسر کار بکنید چه بخواید کار خودتون رو استارت بزنید مدرک به شما هیچ گونه کمکی نمیکنه که بتونید پروژه بگیرید توی تمامی این سالها حتی یک کارفرما وجود نشده که از من مدرک بخواد و همونطوری که گفتم تنها عاملی که باعث میشه شما استخدام بشید یا بتونید پروژه بگیرید توانایی شما و نمونه کارهای شماست پس تنها عاملی که توی انتخاب کردن یک دوره آموزشی یک مدرس و یک آموزشگاه مهمه اینی که اون مدرس کیه چقدر توانایی داره چقدر توانایی تدریس داره خودش چه سابقه توی بازار کار داره آیا میتونه به شما انتقال مطلب خوبی داشته باشه یا خیر پس نتیجه کلی چی شد اگه میخواید مهاجرت بکنید پذیرش تحصیلی یا کاری بگیرید برید دنبال مدرک حتی اگه شده برید دوره سوری ثبت نام بکنید مدرکش رو بگیرید چون توی کار مهاجرتی به کارتون میاد اما در غیر این صورت اون مدرک فقط و فقط میشه تزئینات دیوار شما خیلی ممنون که با ما همراه بودید اگه سوالی دارید توی کامنت ها بنویسید بهش جواب میدم سابسکرایب کردن لایک کردن فراموش نشه باعث دلگرمی و انرژی گرفتن منه خیلی ممنون فعلا خداحافظ